عکس بندر هم جزو موسیقیدان های جهان منظور کردن. ادغام غرب و شرق و از یک سو یک پا در سنت موسیقی ایرانی و از سوی دیگر باز بودن به سوی موسیقی جهانی، ویژگی موسیقی استاد دهلوی. متاسفم از این که حتی اون کارهایی هم که کردم خیلی سادهشم نمیتونم به علاقمندان این هنر عرضه کنم. اینا همه دلسرد شدن. من حتی فکر نمی کنم که به حکومت و رژیم ارتباط داشته باشه. حتی نوای دلنشین موسیقی‌هایش به گوش آشناست. آهنگسازی که برای نوآوری و پیشرفت موسیقی ایرانی بیش از 70 سال تلاش کرده. حسین دهلوی پرشور و پرتوان پا به میدان گذاشت. هنوز جوان بود که میگفت موسیقی باید روح زمان را درک و پا به پای تحولات اجتماعی تغییر کنند. اون که حالا که من همین خواهد و من سلامتش. میخواست سازهای ایرانی و غیر ایرانی را کنار هم بنشاند و برای ملودی ها و تم های ایرانی موسیقی ارکستری تنظیم کند. آهنگسازی را در کنار بداهه نوازی و هم نوازی را هم پای تک نوازی متداول کند و به موسیقی سنتی رنگی تازه دهد. هر چه کند به شاهدی باور داشت که از لابلای ردیف‌ها، گوشه‌ها و دستگاه‌ها راهی برای جهانی شدن موسیقی ایرانی یافته است. رویاهایی که حسین دهلوی همیشه در تخیل هنرمندانه خود می‌پرورد. وضع اجتماعی زندگی ما کاملا با یه قرن پیش متفاوت شد. در زمان میز عبدالله یا این استادان سابق موسیقی سنتی ما اینه که ما خب هنرها هم باید در خدمت به اصطلاح رشد جامعه باشه. البته در گذشته استاد وزیری خیلی زحمت کشید، استاد خالقی همینطور، خیلی های دیگه کار کردن، ولی هیچ وقت به صورت کنسرت اونطور مداوم نبود. پدرش که از شاگردان علی اکبر شهنازی و معلم موسیقی بود، آموزش به او را از سن 11 سالگی شروع کرد. پسر یکی از همسایه‌های نزدیک ما پیش پدر من ویولون می‌زد. هر چون می‌زد منم یاد گرفته بودم. مادرم موضوع رو به پدرم که گفت بعد دیگه به سر آموزش مستقیم رو پدرم به عهده گرفت. درآمد پدر دهلوی از راه موسیقی بود، اما شرایط دشوار اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد که خانواده او تهران را ترک کند. دهلوی جوان برای ادامه تحصیل و گذران زندگی به وزارت دارایی رو آورد.
و در همین زمان بود که با استاد خود ابوالحسن صبا آشنا شد. چون پدرم از تهران رفته بود، با کمکی که دوستان به استاد صبا معرفی شدم و ایشون هم دید من سابقه دارم کار کردم، از ردیف دوم شروع کرد. بعد مانست من با استاد صبا زیادتر شد و بعد از مدتی با استاد صبا قرار شد که یک ارکستر رو تشکیل بدیم. اینی که ارکستر شماره یک هنرهای زیبا به اسم ارکستر صبا، اولین برنامه ها رو هم من اداره کردم. استعداد هنری، نوگرایی، خلاقیت‌های موسیقایی و کوشش‌های مداوم حسین دهلوی او را در دهه 40 به استادی رساند و بر صندلی ریاست هنرستان عالی موسیقی نشاند. در همین دوره شکوفایی کار آموزشی او بود که زندگی خصوصیش هم تغییر کرد. چند ساله که ازدواج کردیم شما یادتون است؟ 43 سالی که ازدواج کردیم به همدالله. خب هم من از مثلا همکاری ایشون تونستم بهره ببرم، هم ایشون هم تونسته که ظرافتهایی رو مثلا از قول من بشنوه برای موسیقی ایرانی. قطعاتی رو نوشتن که خیلی روح ایرانی داره. بعد از دوره دبستان وارد هنرستان موسیقی نگیش بودم سال 1341 و البته سنتور رو انتخاب کردم بخاطر اینکه برادرم قبلا سنتور میزد و خیلی علاقمند بودم به سنتور. یک سال مونده بود به اینکه تحصیلات من تموم بشه، با ایشون ازدواج کردم و 8 سال بخاطر اینکه بچه داشتیم و من بعد به بچه ها میرسیدم نتونستم سازم ادامه بدم، ولی بعدش ادامه دادم و در رشته موسیقی لیسانس گرفتم و چون خیلی علاقه‌مند به ساز خودم و آهنگ سازی بودم برای من سعی کردم که به طور جدی این کار رو ادامه بدم. همزمان با آموزش در هنرستان موسیقی و تجربه کار گروهی و ارکستری، توجه دهلوی هرچه بیشتر به موسیقی اروپایی و قوانین علمی آن جلب شد. وقتی توماس کریستیان داوید از طرف آکادمی موسیقی اتریش برای تدریس به دانشگاه تهران آمد، امکانی فراهم شد که دهلوی با اشتیاق راز و رمز موسیقی اروپایی به خصوص اپرا را بیاموزد. اپرای خسرو شیرین رو با همکاری و نظر ایشون نوشتم. بعد هم به اتریش رفتم در کلاس‌های درس اونجا یه مقداری شرکت کردم. یه سال هم در برلین عملاً کارهای اجرایی ارکستر فیلارمونیک برلینی که خب رهبرای بزرگی اجرا می‌کردن، اونا رو همه را نزدیک دیدم و چه بسا از شوق شنیدن یک موسیقی خیلی خوب اشکام گاهی میمد. لندن اجرا شده. درست کاراکتر ایرانی داره.
و اینا زرنگی کردن تو لندن تنبک نوازم پیدا کردن. چون زمانی که مسئول هنرستان بودم متد تنبک نوشتیم به نوت در آوردیم. از سفر اروپا بود که داستان‌های اساطیری ایران الهام بخش آثار دهلوی شدند. اگرچه او معتقد بود که موسیقی معاصر ایران قادر به توصیف فضای حماسی چنین داستان‌هایی نیست. خسرو و شیرین نظامی و بیژن و منیژه فردوسی قطعه‌هایی برای ارکستر بودند که در این دوره خلق شدند. قطعاتی با پرداخت موسیقایی غیر بومی اما با روح ملی و ایرانی در بین خط نوت‌های آن. دهلوی میگوید با کمک موسیقی داستانی فرهنگ ایران میتواند در پهنه جهان زبان باز کند. اگر راه برای ارائه موسیقی باز باشه ما خیلی چیزای جالبی میتونیم داشته باشیم. داستانهای زیادی چه از زبان و شعر فردوسی گرفته تا شعرهای دیگه که حتی برای کشورهای دیگه هم یک هدیه باشه. وقتی چند سال پیش فرنوش بهزاد رهبر ارکستر و موسیقیدان مقیم لندن در صدد اجرای موسیقی شرقی و غربی زیر یک چتر برآمد، یاد آثار دهلوی افتاد و کوشید رابطه ای را که بین موسیقی ایران و موسیقی غرب چند دهه فراموش شده بود از نو زنده کند. به فکر این بودم که من یک روندی که در گذشته در موسیقی ملی جهانی ما وجود داشت و آثاری با محتوای ایرانی و به قالب‌های غربی در گذشته ما اجرا می‌کردیم که بخشی از موسیقی ما بود رو من دلم می‌خواست ببرم رو صحنه، اون روند رو ادامه بدم. سال‌های 83 بود که این به مقدور شد. من با ارکستری به نام نیو فیلارمونیک ارکسترا صحبت کردم که یک سری قطعات غربی شرقی با هم اجرا کنیم و توجه به این بود غربی هایی که شرقی می اندیشن و شرقی هایی که غربی می اندیشن، یعنی یک ادغامی بود از غرب و شرق. و به این دلیل من سفر به ایران کردم و یکی از آهنگسازهایی که دیدم آقای استاد دهلوی بودن و من ایشون خیلی استقبال کردن از این مسئله، به من یک سری قطعاتی دادن و این قطعات رو من با خودم آوردم و با این ارکستر 3 سال پشت سر هم ما قطعات غربی شرقی رو اجرا کردیم. ممکنه حسای درونی انسان‌های شاهنامه رو بشه با سازهای ایرانی کم متقاعد کرد، ولی اپیک احتیاج به ارکستر بزرگ داره، به والیوم داره و فکر نمی‌کنم سازهای ایرانی با ساختمانی و خصوصیاتی که دارن از عهده یه چنین چیزی بتونن بر بیاد، نه از نظر موسیقایی ولی از نظر برخورد اپیکی که باید با فرض کنید شاهنامه داشته باشن. در بین همه آثاری که دهلوی در سبک‌های مختلف آفریده، یکی از آنها ذهن آهنگساز را تا امروز به خود مشغول کرده است.
مانا و مانی، اپرای 500 صفحه‌ای که 30 سال پیش طی 3 سال نوشته شد ولی هرگز به طور کامل اجرا نشد. دهلوی می‌خواست این اپرا هدیه و پیامی باشد برای کودکان ایران و جهان. یونسکو اعلام کرده بود. یونسکو سال جهانی رو به عنوان بچه‌ها گفت سال جهانی کودک، هر کشوری میتونه یه هدیه براشون تهیه کنه. منم گفتم چون اهل موسیقی هستم، از یکی از کسانی که اهل تئاتر و قلم و نویسندگی بود، به خصوص به بچه‌ها علاقمند بود، چیزایی هم نوشته بود، خواهش کردم یه داستانی نوشتن برای این موضوع. بر اساس اون داستان من این اپرا رو نوشتم در حقیقت تقدیم بچه‌های دنیا. با انقلاب اسلامی نه تنها اجرای این اپرا حمایت نشد، بلکه مشکلاتی بر سر راه آن پیدا شد که اجرای آن را تا امروز ناممکن کرده. گفتن صدای زن داره، خب برای بچه هاست و زن رو از جامعه که نمیشه حذف کرد. رسم بین‌المللیش هم همینه. البته به چهار وزیر قبلی ارشاد گفتم کسانی که از صدای زن تحت تاثیر قرار میگیرن باید به پزشک مراجعه کنن، چون اینجور آدم های مریضی هن. علی رهبری، هنرجوی سابق دهلوی در هنرستان عالی موسیقی که امروز یکی از رهبران برجسته ارکستر در جهان است، موفق شد با ابتکار و امکانات شخصی خود تنها بخش‌های سازی از مانا و مانی را در خارج از ایران ضبط کند که تنها اجرای موجود این اپراست، خالی از هر صدایی. آقای دهلوی که این بدشانسی آوردن که قطعاتی نوشتن که برای اپرا و برای بچه ها اینا، بعد از انقلاب همیشه بهشون قول دادن که اجرا میکنن، بعد هیچ وقت اجرا نکردن. و من حتی 10 سال پیش یه قطعه ایشون رو در براتیسلاوا با ارکستر فیلارمونیک اسلوواک آوردم، ضبط کردم و اینها، ولی متاسفانه در ایران هنوز این مشکل رو دارن که حتما طول خواهد کشید، شاید 10 سال یا 5 سال یا 2 سال، نمیدونم چطوریه، که اپرا برای بچه‌ها یا اینطور چیزها رو هنوز متوجه نیستن. بعضی ها که آشنا به این مسئله نیستن، حتی تا این حد میگفتن خب چند تا پسر بچه بخونن. آخه پسر بچه که نه سواد موسیقی داره نه تعلیم دیده، تازه بزرگاشو ما نداریم. اگر نیروهایی هم بوده همه خارج از کشور دارن در سازمانهای اپرای دنیا کار میکنن. در نتیجه خوب قابل عمل نیست، چیزی نیست که یه بچه کوچیک بتونه یه بار سنگینی رو فکر کنید بلند کنه. این نمیتونه. سنگین ترین باری که دهلوی علارغم کمبود امکانات با علاقه و اشتیاق فراوان برداشته، ایجاد یک ارکستر عظیم از سازهای مضرابی ایرانی است. این ارکستر که با شرکت بیش از 70 نوازنده شکل گرفت، در برنامه‌های خود در تالار وحدت نوعی جدید از موسیقی ایرانی را ارائه کرد که تا آن زمان بی‌نظیر و بی‌سابقه بود و به بیان خود آهنگساز، موسیقی جمعی ایران را در مسیر اصلی خود قرار داده است. من از سالها قبل در نظر داشتم که از مجموعه سازهای ملی ایرانی، سازهای مضرابی، یه ارکستری رو تدارک ببینم. قطعاتی رو نوشتم برای سازهایی مثل تار، سنتور، عود، قانون و بعضی سازهای ضربی مثل تنبک، و اینها رو به نوت در آوردم و حتی بعضی از نوتاش هم تونستم چاپ بکنم.
بزرگترین دستاورد و حاصل زندگی موسیقایی دهلوی به باور بسیاری کتابی است که او درباره پیوند شعر و موسیقی نوشته. تحقیقی نادر که ضرب آهنگی را که در گذر زمان در لابلای اشعار فارسی پنهان شده بود آشکار ساخت. تألیف این کتاب 44 سال طول کشید. این البته درسی بود که استادانی مثل وزیری، روح الله خالقی در موقع تأسیس هنرستان‌هایی که درست کردن جزء برنامه گذاشتن، ولی کتابی نداشت، جزوه مناسبی هم نبود، حتی بعضی هجاها اسم نداشت. ایشون استاد تلفیق شعر و موسیقی بودن، حتی کارشون در دنیا بی نظیره. حتی موزارت هم انقدر تلفیق شعر و موسیقیش خوب نبوده که آقای دهلوی. حالا تا چه حد به درد بخوره یا نه تاریخ نشون میده، ولی ایشون خیلی تعصب دارن در تلفیق شعر و موسیقی. گفتم حتی موزارت و بتوون این استعداد رو نداشتن. بین ده ها کتاب و مقاله، خلق قطعات پرشمار موسیقی، تربیت تعداد زیادی موسیقیدان، رهبر ارکستر و مدرس موسیقی در کارنامه حسین دهلوی او را به چهره‌ای ماندگار در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده است. آقای دهلوی قبل از هر چیز معلم خوبی بودن برای هارمونی، برای آهنگسازی و اینها. همیشه ایشون بخش مهمی از کارش بخش موسیقی ملی ما بوده و این هیچ وقت از موسیقیشون بیرون نیامده. با این وجود حیطه ارائه هنر حسین دهلوی امروز بسیار کوچکتر از آن است که او زمانی آرزو داشت، آرزویی که امروز روح و جسم و روانش را آسیب پذیر ساخته است. بنده ای که جز چهره‌های ماندگارم، شرایط طوری شد که دیگه من از 30 سال پیش تا به حال چیزی نتونستم بنویسم. الان مدت هاست که دچار افسردگی شدم و جالبه که بگم من چند روز پیش ناراحتی لثه و دندون و اینا داشتم، حتی یه سیب میخوردم لثه و دندونم ناراحت میشد، درد میکرد. پزشکی مربوط گفت باید به پزشک اعصاب مراجعه کنید. خب یه همچه آدمی دیگه نمیتونه کار خوب و مناسبی رو واقعا عرضه کنه. ما که دردم سبک باری نداره، انو واجن که یا خواب نازه، چرا خواب که بیداری نداره.